دوستان درود بر همگی. والا چی بگم، فکر میکنم بهتره که از جهانبان محسن ترکمن بخوایم در همون گروه بیان توضیح بدن. این بنده خدا یادش رفته 3-4 سال پیش که در جریان بوتا اومده بود فدراسیون و التماس میکرد برای یک نمایندگی در فرانسه با چه وضعیتی. الان به جایی رسیده که اظهار نظراش ببخشید جوریه که آدم فکر میکنه که ایشون یارمه بوده. والا آدم میمونه تو این روز روزگار. از آقای بندر محمدی بعیده که با ایشون دهن به دهن بشه و تبادل فکری داشته باشه. استاد اسدالله عزیز، بله من کاملا تو جریانات این آقای ترکمن هستم، ولی متاسفانه اون کسانی که اطلاع در مورد این شخص ندارن مسلماً به حرفای همچین آدمی توجه هم خواهند کرد. کاری نداریم، ایشون اصلا توهکار نیستش و یکی از این تسبقهای من در آورده ایشون کار کرده. تکنیک درستی هم نداره و متاسفانه به خاطر مسائل پولی توسط یکی از همین دوستان خودمون مورد تایید تکنیکی هم مثلا قرار گرفته و ایشون هم به وسیله همین مسئله این مرانور حرف زیاد زده. از جمله کسانی هستش که در دنیای مجازی برای خودش یک استاد مجازی ساخته. یکی از عوامل فحاشی ها به کانون استاد جلی زده هست. تمام مدارک و سندیتش موجوده. محیط های فیسبوکی رو آلوده کرده با دوستانی که داشته، که دوستان کارت کار البته، از همکاران محیدین هستش. دیگه نمیشه گفت در مورد آدم چه چیزهایی رو باید گفت. یکی از کسانی بود که در روزهای آغاز فیسبوک با درست کردن آیدی‌های مجازی به دیگران فحاشی میکرد. سندش موجوده که با به اصطلاح استاد جلی‌زاده اون زمان بهش هشدار داد و ایشون عذرخواهی کرد. سندش موجوده. هر چی بیشتر بگیم این به اصطلاح این کثافتی که به عنوان محسن ترکمن هست بیشتر به هم خواهد خورد و خیلی ناسازه ها شخصا گفت در صفحات دیگه که سندش موجوده، که حتی با هر آدم شرم میکنه اونا رو بگه بخواد در اختیار دیگران بده بگه این چه جور آدمیه. داستانش خیلی زیاده. امکان داری یه نفر ایشون کرده باشه، ولی با هر خدمتی که کنترل کرده که بیشتر کسی که ادعا میکنن نسل اولی هستن. درسته. کسی که ادعا میکنن نسل اول هستن که توها هستن واقعا چه کمکی جزی که ذره زدن به تو و رفتن بعد از 20 سال بیشتر دور بودن از تو. ما کسایی هم که واقعا کسایی ما خود به کسایی اعتقاد داریم که پای این سر قضایی رو باستادن، یعنی از همون بعد اول انقلاب که مثلا ممنوع بود، حالا قبل از انقلاب که حالا هر چی بود، بله بعد از انقلاب تو پارک ها، بعد از این که زیر نظر کارتر از همینجوری باستادن، آیین‌نامه درست کردیم، اساسنامه درست کردیم، مسابقات اینا، بچه ها با چنگ و دندون وافتادن باش باری. و ما به کسای اعتقاد داریم اینا دارن کار میکنن. امکان داره سوابقشون به قول شما نسل اولی نباشه، نسل دوم یا نسل سوم باشه، ولی کار خدماتی کرده به توها که بیشتر کسایی که ادعا میکنن و من نجد نسل اولی، نسل اولی چه آخه چه گلی داری به سر توها، چه کار کردی؟ واقعا همین چون نسل اول هستید والا با آدم خجالت میشه. والا اگه شما با آقای یورومه کار کردی مثلا، من خودم کار کردم مثلا میگم، بله آقای ایکسی من گیر آقا میگه من با میزایی بیشم من 2-3 سال کار کردم. خب از انقلاب به بعد رفته سیکار، یه نهایتا عمر فعالیت 5 سال بوده، ولی کسی بیدیم این 20 سال فقط اینجا کلاسداری کرده تو تهران داره یا تو شهرستان داره کلاسداری میکنه. تو شهرستان باور کن جای نمناک، جای گرم، تو اهواز، برون با چه بدبختی دارن کار میکنن.
اونا هستن که تو آره نگردشن. ما اصلا به این کسایی که میگن ما قدیمی هستیم نگاه، ما اصلا نگه احترام نداریم. واقعا بیا نیو کنم به اون بچه‌ای هم که واقعا دارن زحمت میکشن، به اونا هم عرض بذارن، اونا هم احترام بذارن. همه دعوا تو پیسو آقا تو کجا بودی، من کجا بودم، شما هم کجایی، شما اگه هستید واقعا بمونید. برای تو زحمت کشیده شده به نتیجه برسه، برای آیندگان ما. ما که از ما گذشت، ما جوونیمون سوخت تو این درای تو سوخت، از زندگی همه چی از دست دادیم. ولی واقعا آیندگان ما چیزی داشته باشن، جوانای ما، جوانای آینده. بس خیلی ممنون آقای ترکمن از مصاحبه شما، خیلی لذت. باشگاه پهلوی کار کردم و اینا، 35 ساله دارم کنفو کار میکنم از ایران. بعد شروع میکنه با مود لغلغ کار کردن، میگه من دارم موج تولید میکنم. بابا این چه موجی؟ شما اومدی یکیتون جلسی باشگاه پهلوی مثلا کار کردی، از قضا یه روزم عکسم گرفتن مثلا، رفتی سالها پیدات نشده، انقلاب شده تو دانشگاه اصلا نبودی، هیچ فعالیتی نکردی، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، اون اوایل که یورو اونجا بود هیچکی آقا رو نیده. بعد الان شده برای ما یک استاد بزرگ و نمیدونم اصلا خدا رو بنده نیست، خودش هم نخود هر آشی میکنه، هر کجا هر مسئله هر برنامه عنوان بشه آقا حتما ما بری یه کامنت بزنه، یه صحبتی بکنه، خودشو مطرح بکنه. بابا این همه وقت میذاری سر مطرح کردن این جریانا، برو لاغه معنطه بودو درست کن. اگه فردا پدر مادری بیاد بگه فلانی شما که کار کردین چرا نگفتی به ما، من بچه‌م نخاش مثلا قطع شده، نخاش آسیب دیده، مگه اینجوری هم تکنیک کار میکنن؟ چقدر درموندن. هر کسی که به اصطلاح یه چیزی علیه من گفت اینا زود میپرن استاد استاد بهش میگن. طرف انتوها برالیس یه نفر تو فرانسه، به خاطری که بیاد تو هوتا اینا بزننش توی فرانسه نمایندش بکنن، خدا شایده انتوها برالیس بهش شالبند مشکیه دان پنج دادن از طریق یکی از شاگردهای من در آلمان. سه بار من اعتراض کردم، حکمشو عوض کردم. بعد این آقایون به اون میگن استاد، که طرف انتوها نمیدونه کلاس نداره، یه دونه کلاس دو سه نفره داشت که اونم چاقو کشی شد درشو بستن تو فرانسه، هنوز هم که هنوزه تحت تعقیبه. این آقایون به اون میگن استاد، چاقو کشن که به من که مثلا چون به من فوش میده، به من فوش زن و بچه میده، عکسای ببینم مستحجن میذاره با عکسای من یه جا، فیلم درست میکنه، حرفای رکیک تو شعراش هست و از این حرفا. این آقا رو کردن مثلا برای ما استاد برای خودشون. یارو مالی خولیاییه این دیوونه که یه روز میگه یارومه پیغمبره، یه روز میگه تو سوئد هم هست، یه روز میگه یارومه خداست، یه روز میگه این اون. بعد خودش هم هیچ وقت نبوده تو جریان، فقط یه عکس داره واسه چهار نفر مثلا تو آلمان رفته عکس گرفته، بعد میگه من 17 ساله با یوروبه کار میکنم تو خارج از کشور. این آقا این دیوونه. بعد همین آقا میگه من شالبن سبزم و نباید عوض کنم از این حرفا. چرا تو مشکی بستی؟ صد بار من به این آدم های چی بگم؟ درمونده توضیح دارم شالبند مشکی من به این دلیله، من همون شالبند سبزم، من سبز کویفوتابا، کسی از سبز کویفوتابا بالاتر نرفته، من همونم. ولی به اختصار این که بتونم کارم رو تو مملکت خارجی پیش ببرم، بتونم کویفوتابا رو رونق بدم، مجبورم یک سری کارهای انجام بدم که بتونم حرف مردم حرف من رو بخونن. این تو کله این بابا اینجوری نرفته، البته میفهمه خودش اما چون که چطوری محسن؟ سلام، حالت خوبه؟ خیلی متشکرم، مرسی. باش اشکایی نده. ببین من نمیدونم این شما میگی که بابک
به شما گفته که من از جریان و احکام اطلاع داشتم، ولی من اطلاع نداشتم. من نمیدونم بابک به کی حکم داده، به کی نداده. حتی جمشیدم که شما داری میگه ازش حکم گرفته، من برای اولین بار از شما دارم. خود جمشیدم به من تا حالا حرفی نزده بود، نه بابک گفته بود نه جمشید. البته میفهم خودش، اما چون که به سلام میخواد با من به سلام جلوی من بیسته، منو به سلام منو جلو دیگر رو مخدوش بکنه، موقعیت منو این حرف رو میزنه، میگه چرا مثلا شال مشکی بسید هست که خودش هم مثلا شال هیچ وقت نگید ولی سبز میبنده، میگه من سبزم، تو که سبز گرفتی. همین آقا، همین آقا به اون آقایی که دانش پنجی بهش دادن انتوا بلند نیست و شال بهش میبنده، میره میگه استاد، میره میگه استاد. که اصلا از راهتان هیچ نمیدونه، همینطور یار شفیقش روح الله معین الدین لغلغ که از کانفو فقط یک لغلغ رو یاد گرفته، هیچ بار فنی نداره، دیوانه پدر سوخته که با اون بددهنیاش هر چی که لایق خودش و خانوادش هست نثار ما کرد و الان هم معلوم نیست که کدوم گوری رفته چپیده و ملیجه که اینا محسن ترکمن، این آدم بی شخصیت، این آدم بی ریشه، این آدم مزلف که هرچی فوشه، هرچی ناسزاست، هرچی دریوریه، این یک نفر استاد در این چیزا، برعکسش یک انتوام نمیدونه، چهار تا ضربه دست رو نمیدونه، ولی خودشو معین‌الدین لغلغ اون استاد خطاب میکنه، یا بروژنی مأمور اون استاد خطاب میکنه. اینا خوب به هم دیگه نون قرض میدن. اینو دیدید شما، این 3-4 نفر با 50-60 تا آیدی که هر کدومشون دارن، برای خودشون به اصطلاح یک لشکر مجازی درست کردن که همین 3-4 نفر توشن. لغلغ
این اصلا دیگه خودش داشت پاره میکرد که مثلا آره اینجوریه اونجا. بعد یه سری چند تا دیگه هم بودن مثل این دهچو و مهچو و اینا، اینا از این جریان بول گرفته بودن. بعد تو نه که مشکل برات پیش اومد نمیتونستی صحبت بکنی، اینا هی فکر میکردن که آره با این تقل تو خالی که دارن میزنن میتونن به یه جایی برسن. درست. که متاسفانه الان دیگه کاملا برای مردم روشن شد، دستشون رو شد، دروغایی که بافتن، صحبتایی کردن، چرت و پرتایی که گفتن، فحشایی که به ما دادن. همینجا من از طرف تو میگم نثار خودشون، نثار فک و فامیل خودشون، نثار خانواده خودشون که اون چیزایی که به ما بستن. و همونطور که گفتم قضاوت میذاریم به دست مردم، به تاواکارها، به کنپوکارها، و اونا قضاوت بکنن که صحبتایی که اینا کردن و حرفی که الان شما میذاریم به عنوان ساسان و پارسا. ساسان و پارسایی وجود داره و کنار من نشسته و عمه جان هم همین داره. از عمه گفتیم استاد، عمه حالش خیلی خوبه، حسابی مشغول تمرین زیر آفتاب خودتون که میدونید. بازم اون تمرین رو میکنه، اون تمرین خشتک پاره کردن رو میکنه دیگه استاد، الان نمیشه نزدیک شد. حتی به یاشین دیگه اصلا میبره پیدا نشه، اصلا داره یاشمینی اصلا نه الان دیگه باید دیگه استاد شده باشه خودش ها؟ دیگه همه الان باید خیلی مواظب باشن استاد.